آیپد پرو با چیپ M5 معرفی شد که نسبت به نسل قبل خودش با چیپ M4 6 تا تغییر اساسی داشته. تغییر اول خود پردازنده است که از چیپ M4 شده چیپ M5 و اینجا اگه بخوایم نسبت به سال قبل مقایسش کنیم میبینیم که برای پردازنده گرافیکیش یا GPU از شتاب دهنده های عصبی استفاده میکنه که بابت هر یک هسته GPU یه شتاب دهنده عصبی جدا داره، کمک میکنه که خیلی راحت تر، سریع تر و کم مصرف تر بتونه کارهای گرافیکی رو پردازش کنه. به جز این یه تغییر دیگه‌ای که داشته تو همین بحث چیپ، بحث حافظه‌شون یا رمشونه. ببینید اینجا اگه دقت کنین نوشته 256 گیگابایت و 512 گیگابایت، 9 هسته CPU داره، 3 تا هسته قدرت و 6 هسته کم مصرف. ولی اگه 1 ترابایت یا 2 ترابایت بگیرین 10 هسته داره که 4 تا قدرت داره و 6 تا کم مصرف. یعنی هم پارسال هم امسال یکی یه دونه هسته قدرت بیشتر دارن. جدای اینا بحث رمشونه که امسال مکبوک پرو M5 پایین ترین حالتش هم 12 گیگابایت رم داره، با اینکه رو M4 8 گیگابایت بود و باید 1 ترابایت یا 2 ترابایت رو میگرفتیم که 16 گیگ رم داشته باشه و امسال روی 1 و 2 هم میبینیم رو چیپ M5 16 گیگ رم هست. پس اگه 256 یا 512 شو بگیریم 12 گیگ رم داره و اگه 1 ترابایت یا 2 ترابایتشو بگیریم 16 گیگ رم داره. جدای حجم رماشون، سرعت یا پهنای باند رم هم زیاد شده. 153 گیگابایت در ثانیه است و رو چیپ M4 120 گیگابایت در ثانیه بود. که این میبینیم همین 156 برای نسخه 256 گیگش هم هستی 153 گیگابایت. جدای پهنای باند حافظه رم، حافظه SSD هم سرعتش 2 برابر بالاتر شده، سرعت خوندن و نوشتنش 2 برابر بالاتر رفته. نکته بعدی که اضافه شده به آیپد پروهای چیپ M5 قابلیت فست شارژه که رو آیپد نبود، رو آیپد پروها نبود همچین چیزی و الان اضافه شده. 13 اینچش که سایز بزرگترشه تو 35 دقیقه 50% شارژ میشه و 11 اینچش توی 30 دقیقه، یعنی 11 اینچش یه مقدار سریع‌تر شارژ میشه که حالا M4 اصلا نداشتن این فست شارژو. از نظر شارژ دهی هم جالبه که بدونین آیپد پرو 11 اینچ و 13 اینچ با اینکه 13 اینچ باتریش بزرگتره ولی چون دیسپلیش هم بزرگتره مصرف باتریشون یکسانه، یعنی جفتشون رو اینجا نوشته 10 ساعت میتونین وبگردی کنین برای جفتش، هم 11 هم 13 9 ساعت میشه با اینترنت خط وبگردی کرد، یکسانه خلاصه. اما بحث سلولار و وای فای، آیپد پرو 13 اینچ M4 وای فای 6E داشت و آیپد پرو M5 وای فای 7 داره. در واقع آیپد پرو M5 از چیپ N1 ساخت خود اپل طراحی شده توسط خود اپل استفاده میکنه، وای فای 7 رو داره که رو دستگاه های جدید اینو میبینیم وای فای 7 رو، مثل آیفون های 17، آیفون ایر، اونا هم از همین چیپ N1 استفاده کردن که وای فای 7 دارن و بلوتوس 6. به جز اینا نسخه سلولار آیپد پرو M5 از چیپ C1X استفاده کرده که اینم باز یه چیپ مودمه که طراحی خود اپل، ساخت خود اپل، که نسبت به چیپ C1 50% سرعت بیشتری داره و هی داره این چیپ نسل بعدیش میاد و بعدن هم هی مشاهده این خواهیم بود که هم سرعتش بالاتر خواهد بود هم مصرفش کمتره، که خب این خیلی مهمه چون وقتی از اینترنت خط استفاده میکنیم مصرف باتریش فوق‌العاده زیاده و مهمه که در آینده مصرف بیاد پایین، که قطعا این اتفاق خواهد افتاد با این چیپ هایی که خود اپل داره طراحی میکنه. به جز اینا دیگه کل این سفر رو چک کنین هیچ تفاوتی با هم ندارن، جفتشون تاندربولت 4، همه چیش 1 به 1 مثل همه و
تفاوت آنچنانی بینشون پیدا نمی کنیم.